مراد، همونطوری هم که سیامک در گزارش خودش به اون پرداخته بود، به نظر میرسه که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به بنبست خورده. بیشتر در این مورد از تو بشنویم. دقیقاً همینطوره. دولت رئیسی تلاش کرد مذاکرات وین رو نادیده بگیره، بره به سمت اتحادیه اروپا و مذاکرات وین رو غیر مستقیم با آمریکا یا مذاکره میشد بذاره کنار. اتحادیه اروپا به دولت رئیسی راه نداد. روسیه و چین هم که به تهران نزدیکترن راه ندادن. گفتن مذاکرات وین کار کردیم، نمیشه نادیدش بگیریم. در چنین شرایطی به نظر میاد دولت رئیسی آچمز شده، گیر کرده. اگر برگرده با مذاکرات، یعنی توافق با آمریکا، و دولت رئیسی تا حالا میگفت روحانی و ظریف خیانت کردن که با آمریکایی‌ها توافق کردن، اگر هم برنگرده به مذاکرات که تحریم‌ها ادامه پیدا میکنه، نفت نمیتونه بفروشه، تحریم بیمه و کشتیرانی و نظام بانکی ادامه داره و حتی ممکنه اگر همکاری نکنه رابطه ایران و آژانس بدتر بشه، پرونده بره شورای امنیت، مثل دوره احمدی نژاد قطعنامه‌ها بیاد. از اون طرفم دلش نمیخواد برگرده به مذاکرات با آمریکایی‌ها و توافق با آمریکایی‌ها، گیر کرده دولت رئیسی. خب مراد، به نظر تو با وجود تمام چالش‌هایی که فراروی اثرگیری مذاکرات هسته‌ای وجود داره، به نظر تو در نهایت این مذاکرات اثر گرفته میشه و توافقی هم حاصل میشه؟ خیلی سخته که توافق بشه بین دولت رئیسی و آمریکایی‌ها، چون تا حالا دولت رئیسی میگفت که با آمریکایی‌ها ما توافق نمی‌کنیم و روحانی هم اشتباه کرده که رفته با آمریکایی‌ها توافق کرده. حتی اگر توافق بشه، حتی اگر یک برجام دیگه هم به دست بیاد که خیلی دشواره، به نظرم نگرداشتنش سخته به سه دلیل. دلیل اول این که ایران و آمریکا خیلی با هم مشکل دارن. روابط دو جانبهشون با هم مشکل داره، رابطه‌ای ندارن. ایران، آقای خامنه‌ای، آمریکا رو دشمن میدونه، آمریکایی‌ها هم اعتماد ندارن. روابط منطقه‌ای ایران هم حل نشده. در داخل ایران هم اصولاً نسبت به برجام در درون حاکمیت دیدگاه مثبتی وجود نداره. ممنونم مراد. همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو همراه ما بود.